بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض و احترام دارم خدمت همه آردیای عزیز فعال و دوست داشتنی امیدوارم که حال دلتون خوب باشه من آقاجانی هستم و در این ویدیو کوتاه میخوام در مورد تامین کننده و نحوه کار با تامین کننده باتون صحبت کنم وقتی با تامین کننده کار میکنید یک سری اتفاقات رو خیلی میبینید امروز میخوام در مورد این اتفاقات با شما صحبت کنم که اگر در شروع کارتون باش برخورد کردید خیلی شما رو دچار دقدقه نکنه و بتونید به کارتون ادامه بدین و کارتون رو پیش ببرین نکته اول اگر از همه فعالین اقتصادی بپرسید که در معاملات مشتری مهمتری یا تامین کننده بل اتفاق همشون میگن مشتری و میگن مشتری پادشاهه ولی تو سیستم کاری که شما با ما دارید و برندسازی که انجام میدیم و تقریبا بی دغدغه بودن از بابت مشتری پس تامین کننده از مشتری برامون خیلی مهمتره و پیدا کردن مشتری و ارتباط با اون تقریبا دست خودمونه و برامون کار راحت تریه ولی تأمین کننده یک روندی داره که کار با اون خیلی سختره و برای همین همیشه باید حواسمون به تأمین کننده باشه یه نکته دیگه که باید خیلی بهش توجه کنین همونطور که هر روز دنبال مشتری میگردین هر روز هم باید دنبال یک تأمین کننده خوب باشین چرا؟ نکته اول و اولین اتفاقی که میفته قیمت بازاره اگر شما از بازار فاصله بگیرید و فقط با یک تأمین کننده کار کنید ممکنه تأمین کننده قیمتش رو تغییر بده و شما فکر کنید این تغییر قیمت در بازار بوده اما اینطور نیست خود تأمین کننده قیمتش رو تغییر داده و سایر تأمین کننده این قیمت رو تغییر ندادن و بازار همچنان طبق قیمت قبل داره میچرخه نکته دوم دستتون بازتر میشه وقتی شما تعداد تأمین کننده هاتون بیشتر باشه پس تأمینتون هم بهتر خواهد بود و تأمینتون زیاد میشه و تنوع کیفیت و قیمتتون بالاتر میره پس تأمین کننده بهتری خواهید بود و برای مشتریاتون نیازهای طیف گسترده رو پوشش میدین و این به شما کمک شایانی خواهد کرد نکته سوم اگر با تأمین کننده به مشکل بخورید در کار و اقتصاد شما مشکل ایجاد نخواهد شد پس همیشه همونطور که دنبال مشتری جدید هستین دنبال یک تأمین کننده جدید باشین در طول زمان وقتی شما با تأمین کننده ارتباط میگیرین چون محکمتر میشید چون قویتر میشید و راحت ارتباط برقرار میکنید میتونید آپشن های زیادی را از تامین کننده بگیرید و اینا هیچ وقت فراموش نکنین حالا بریم سراغ تامین کننده و کار کردن با تامین کننده در این ویدیو میخوام بیشتر در مورد مسائل مالیش با شما صحبت کنم و اینکه چطور اینا شما رو دور میزنن وقتی با تامین کننده صحبت میکنین و وقتی میگی من براتون مشتری میارم من از شما میخوام خرید کنم من بهتون پول نقد میدم میگه چقدر خوب چقدر عالی بیار منم به درصد میدم 20 درصد 30 درصد اصلا اوایل بدون سود باد کار میکنم و از این تیپ حرفا و قبل از اینکه پول رو دریافت کنن شروع میکنن به دادن اینجور وعده ها ولی وقتی که پول به حسابشون میره و میخوان از اون پول درصد شما رو بدن شروع میکنن به دبه کردن و هاشی سازی کردن و میخوان هر جوری که هست درصد شما رو ندن و دیگه اون رفتار قبلی رو ارائه میکنن یعنی چی پول میره به حساب تامین کننده و تفاهمی که از قبل شما باش کردین قرارشو 20 درصد به شما بده به محض اینکه پول رفت میاد میگه که چی من مواد اولیه‌ام گرون شده خودم 20 درصد سود نداشتم به امام رضا قسم به امام حسین قسم من قصد سود نکردم که بخوام به تو سود بدم خیلی راحت سود به شما نمیده درصد شما رو به شما نمیده یا پول میره به حسابش میگه به مشتری تخفیف دادم و اصلا سود نکردم خیلی سودم پایین بوده سود شما رو به شما نمیده درصد شما رو به شما نمیده یا یه مورد دیگه میاد میگه بابا این مشتری که الان به حساب من پول ریخته این مشتری خود من بود من یک سال دارم با این مشتری کار میکنم خلاصه از این حرفای عجیب غریب زدن تا اون جایی که بتونه از دادن پول به شما تفره بره پس اگر تأمین کننده شما چنین کاری رو کرد اصلا تعجب نکنید چیز عجیب غریبی نیست همه تأمین کننده همین کار رو میکنن و این کار بین همشون مرسومه و قبل از اینکه پول رو بگیرن خیلی خوبن خیلی خوب وعده میدن ولی به محض اینکه پول رو گرفتن و شما میخواین درصد ازشون بگیرین انگار میخواین جونش رو ازش بگیرید و شروع میکنن به آشیه سازی حالا آیا میشه کاری کرد؟ تقریبا میشه گفت نه اما اگر میخوایم واقعا با این کار مقابله کنیم دو سه تا راه حل وجود داره و البته اجراش هم همچین راحت نیست و سخته راه اول پول رو از مشتری خودمون بگیریم و درصدمون رو کم کنیم و ماوقی پول رو به حساب تامین کننده بریزیم و بتونیم بار رو برای مشتری ارسال کنیم خب این راه حل راحت تریه و چون پول به حساب خودمون میاد نکته دوم اصلا نذاریم مشتری و تامین کننده با هم آشنا بشن و با رو برند خودمون کار کنیم رو برند خودمون بفروشیم رو دفتر خودمون بیایم جلسه رو برگزار کنیم و معامله رو اونجا صورت بدیم که البته اینا همه مستلزم اینه که شما دفتر داشته باشین و بتونیم اعتماد سازی خوبی رو انجام بدیم که البته در شروع کار شاید براتون امکان پذیر نباشه اما نکته سوم و نکته ای که ما به شما پیشنهاد میدیم اینه که در شروع خیلی خودتون رو درگیری نکنید که آیا تمین کننده درصد من رو میده یا نمیده شما وظیفه دارین کارتون رو پیش ببرید تمین کننده در یک صورت به شما احترام زیادی قائل میشه که شما براش مشتری ببرید یعنی براش سوداوری داشته باشید اون وقت براتون احترام زیادی قائل میشه و بهتر باتون کار میکنه پس اینو مد نظر داشته باشین تأمین کننده پول براش مهمه پول رو میشناسه و قدرت شما رو میبینه و اگه شما قدرت نداشته باشید خیلی راحت شما رو دور میزنه برای دور خوردن یا دور نخوردن خیلی تلاش خاصی نکنید دنبال این واجه ها نباشین شما تمام سعی و تلاشتون رو بذارین که قدرت فروشتون رو بالا ببرین ما یک قانونی داشتیم و اینو به همه دوستان عزیزانمون گفتیم همیشه 20 درصد 30 درصد از مشتریاتون رو کلا بذارین کنار بذارین برای دور خوردن همیشه فکر کنه این 20 درصد 30 درصد مشتری رو نداشتین و فکر کنه اینا رو همیشه از شما میدزدن پس ذهنتون رو درگیر این 20 درصد 30 درصد اصلا نکنید انقدر قوی باشین که تأمین کننده جورت نکنه شما رو دور بزنه در این تیپ مسائل شاید یک سری پیشنهاد دادم به شما بدن مثلا بیاین با تامین کننده قرارداد ببندید یا ازش چک بگیرید خب الان میری به تامین کننده میگی به من چک بده میگه از من معامله ای نکردم بخوام به تو چک بدم چرا باید به تو چک بدم یا میای بگی ببندیم اگر فلان مشتری از تو خرید کرد درصدشو به من بده اونم چیکار میکنه مشتری میاره پول ازش میگیره قرار شد شما به اسم رضایی اگر ازش خرید کرد ازش درصد بگیری به مشتری میگه تو به اسم حسینی از من بخر خیلی راحت درصد شما نمیده جای دور زدن زیاد داره پس خودتون رو درگیر این مسائل نکنید نکته آخر دنبال راههای یک شب و یک روزه نباشین انقدر قوی و محکم کار کنید تا تأمین کننده اصلا به فکر دور زدن شما نیفته ممنون که به این ویدیو توجه کردید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه موفق و معید باشید یا علی خدا نگهدار